سلام بچه ها. سلام. من و داداشم داریم میریم تهران. حالا چرا دارم میرم؟ مثلا به چه هدفی؟ اوه صدا اینو کم کن. کولر رو خاموش کن. ببخشید. میکروفونم وصل نیست، صدای بدی میاد. میکروفونم چون وصل نیست، این هوا میاد صداش خوب نمیشه. میکروفونم چون وصل نیست، این صدای کولر میاد توی چیز. تعجب کردی؟ من سه بار الان یه جمله رو گفتم، بعد اولین بار دارم کنار داداشم ولاگ میگیرم. آره من بعضی وقتا اینجوری میشه که بعد کات میکنم. آره بعد کات میکنم. آقا من دعوت شدم توی یه پنل انتقال تجربه، توی کلاسی که دارن بچه ها اونجا سوشال مدیا مارکتینگ یاد میگیرن، در مورد یوتیوب صحبت کنم. کجا؟ رهنما کالج. یعنی یکی از جایی که خودم همیشه دوستش داشتم و دنبال میکردم دوره هاش، حتی دورهشون هم شرکت کردم، دوره دیگر البته دیگه به این دلیل. ولی خب قرار جای مختلف برم یه دو روز اونجا، بریم ببینیم چی میشه. ساعت 8:30 رسیدیم قزوین. وای من از این کیسه های ساندویچ خیلی وقت بود ندیده بودم. زن داداشم برامون لقمه اولویه درست کرده. ما میریم خونه عمم، اومدیم برای شیرینی بگیریم. اینا که گرفتم من خیلی دوست دارم. هم داشته فهم میگه این تو راه از اینا بگیریم، ولی خیلی سنگینه. مطمئنم من نمیتونم بخورم انا گول بیام خوردم. چند ساعت رسیدیم؟ 6:30 از رشت خارج شدیم. خیلی خوب رسیدیم. من اصلا خسته نیستم. هلو هلو بونجور. امروز پنجشنبه است. داداش من یه کار اداری داشت تو تهران، بعد گفتم که خب من باهات میام چون کار اداریش نزدیک ژلاتو هاوس. بعد راستش حالا اگه وقت واقعا اضافه بیاری میخواستم برم یه کافه بشینم که چیزایی صحبتایی که میخوام فردا انجام بدم و آماده کنم، اسلایدار رو آماده کنم و اینا. بعد از اون ور ساعت 1 بعد سمت تجریش باشم. دارم میرم مهمون پادکست کرکره بشم. بعدش هم حالا شاید بریم یکم بگردیم. امروز پنجشنبه قراره اینجوری بگذره. حالا بریم ببینیم چی میشه. خب ما کارمون خیلی زود تموم شد. الان اومدیم ژلاتو. من تو فکرمه که برم کای کافه. چون قشنگ وقت دارم و بشینم از اون استایل اینجوری با مکبوکت میشینی کار میکنی انگار که تو خیلی بیزی و حرفه‌ای هستی. اومد. هلو. سلام. چی گرفتی برای خودت؟ من نمیتونه برای آریو. لوکس فرروی منه. فرروی کوچولو گرفتم. چیه؟ لوتوس و براونی و لوتوس و براونی و ژلاتو. ژلاتو. ابرو بخورم. آخه کی ده صبح میاد مزنی میخوره؟ همین الان تا خیر خیر صبحونه خوردیم خونه عمه. اصلا نمیشه از این گذشت.
هم باید نشون بدیم. آره تو هم باید نشون بدیم. چه بویی داره. گرفت این تصویرت دم یافته. تامنیل. بعد از این که من ویدیو رو قطع کردم امیر. رشتی باره همیشه دم یافته. رشتی فکر نیست. فکر کنم همه همین کار رو میکنه. بچه ها من رسیدم جایی که نشستم و راستش خیلی دوست ندارم اوکی نیستم ولی همینجا بود برم تو راه کارم. آیس امریکانو گرفتم ولی اصلا سرد نیست. اینجا اینترنت هم آنتن نداره. عملا دارم وقتمو فقط هدر میدم. خیلی از توام خورده. همه یخش آب شده. خب مثلا من باید همین الان بخورم. وگرنه مثلا آیس امریکانو تبدیل میشه به امریکانه بد نزد. مثلا راضی نیستم. هم بس شد and coffee hit me و یه مقدارم اون داستانی که میخوام فردا بگم چون یه ایدهایی اومد تو ذهنم و الان مودم خوبه. گفتم برش رو زدم بیام حال خوبم با تو شیر کنم. یعنی مودی ده از ده. بچه ها کای سرویس هم نداشت. منم جرزنی کردم اومدم سرویس The Project کافه روبروش. منتظر تاکسی ام برسه که برم چه بچه‌ها. رسیدم. یه کوچولو استرس دارم چون میدونم قراره چند تا آدم جدید ببینم و در کل خیلی خوشحالم. خیلی کاری خیلی زمان برد تا اینو بتونم بگم. هنوزم راستش خیلی از خودم راضی. خب من رسیدم. بچه‌ها یه ضبط داشتن انجام دادن. الان داریم ستاپ آماده میکنیم که خودمون بریم شروع کنیم. بچه‌ها ما الان ویدیو اونو ضبط کردیم. یک ساعت شد. خیلی خوش گذشت به من. نظرت راجع به هوای تهران چیه؟ خیلی گرمه ولی خوبیش اینه که خیلی خشکه و واقعا اونجور احساس نفس تنگی و اینکه رو قلبت گرما سنگینی میکنه نداری. تو رشت این گرما رو قلبت سنگینی میکنه. ندا نفت نه یا فقط خشبه زمین خود عزیزم اشتراکی. میدونم خودم قرار موقع ادیت خیلی ناراحت بشم که چرا الان این برگر رو ندارم دوباره. از اینکه انتخاب همیشگی تو کردی. خب دوستان ما اومدیم یک گالری به اسم دستان اومدیم اثر هنری ببینیم. سالگی. خیلی جالب. چیزی رو می‌ذاریم اینجا. درد بزن. باز هم باز. سلام. یه چیزی ازش نمی‌فهمم.
این آقا آرتیسته کی بوده که سبک انتزاعی رو آورده، یعنی جزء پیشروهای سبک انتزاعی. اینا یه چیزایی که با دستش کشیده. اوه اوه خودش چند سالی که فوت شده و اگه زنده بود الان 7 سالش میشد. آها. و این در پسرش این آثار رو برای این خلافش رو گذاشته. آها. ببینی این نقاشی که ساله 39 این خانم تو فکرشو داره. ولی اینکه مثلا سال گفتی 34 رفته ایتالیا درس خونده، واقعا در موفقیت آدم ها تأثیر داره. امید چی میگه؟ یه اتفاقی تو ایران هم نبوده. آره آره. یه کتاب فروشی بود که من اون دفعه اومدم سام سنتر فکر کنم بسته بود یا نیده بودم، چون می‌خواستم بیام که الان دیدم شده لباس فروشی. همین تمام شد بعد از 2 دقیقه. پرسوناشون ما نیست. آفرین. خیلی عجیب بود واقعا. اومدیم مال ملل و بهم گفتن فیلم برداری نکن، من الان دارم جرم میکنم. بچه اینا یه سری کتاب هم برای اینکه بذاری رو کافی تیبلت، یعنی رو میز مثلا نشیمنت. من این آلبوم رو نوجوان بودم گوش میدادم، خیلی دوست داشتم. سیکیوریتی همین الان اومد گفتش که فیلمو پاک کن، از این مغازه، از مغازه نیمانی فیلم گرفته بودم دیگه نمیذارم. بعد واقعا عجیب بود. هم کف نیستیم. دوی. تا کفش از میان خریدم. این میگه مسافر دارم بدون باکس برات. سلام، از صبح جمعه صدام چرا گرفته؟ با اینکه من ساعت 9 که بیدارم. 8 بیدارم. 8:30. الان آماده شدم. امروز با یکی از دوستای کوچم که با هم دیگه تو کلاس کوچینگ بودیم و آنلاین مثلا با هم در ارتباط بودیم، قرار گذاشتم که بریم قهوه بخوریم و الان باید برم. الان باید راه بیافتم. اسلایدارم آماده کردم. هنوز 1-2 اسلاید مونده که میخوام بهش اضافه کنم که برگردم از قرارم انجام میدم و 3:30 باید اونجا سر کلاس باشم امروز. دیگه همین، برم استپ بگیرم که برم. میخوام بریم کافه بون پین. بچه سرم هم درد میکنه و فکر میکنم که به خاطر هوای تهرانه. این سر درد بدی. شاید هم به خاطر کمبود قهوه است، چون چند روز همش این ساعت ها قهوه خوردم و الان نخوردم و این گوشی دستم نمیتونم در باز کنم. بعد شاید به خاطر اونه، ولی نمیدونم. احتمال اینکه به خاطر هوا باشه هست، چون که هوا آلوده است واقعا. یه پن شکلات و یه سوئیس برد گرفتم که ببرم فردا تو راه میل کنم. اینجا هم وای بشه. اومدم خونه، یه کوچولو استراحت کردم، نهار خوردم و دیگه الان دوباره باید برم. بچه ها چطور بود؟ دوست داشتین؟
تموم شد. اولش یکم استرس داشتم ولی بعد خیلی حس خوبی داشتم، خیلی با اعتماد دارم صحبت کردم به نظر خودم. چون دیگه وقتی رفتم یکم بچه ها رو دیدم و با اون مثلا فضا اخت شدم، یه احساس کردم که جای درستی وایستادم و اینجور موقع همیشه اعتماد دارم دارم. بعد دیگه نوشته بودم تو اینستاگرامم دیروز که مثلا قرار بودم داستان یوتیوبمو بگم و اینا، بعد یه نفر نوشته بودش که خب اینو خیلی گفتی، خیلی دیگه تکراری شده، چقدر مثلا میگی و اینا داستان یوتیوب تو. من عجیب بود چون خب منو دعوت کردن، هزینه کردن که بیام برای 30 نفر که توی دوره. خسته نباشین. خواهش می‌کنم. قربون شما. نه من منتظرم بیان دنبالم. متشکرم. آره توی دوره که بچه ها برای ورود به اون دوره نه تنها که هزینه دادن، بلکه از بین 1000 نفر 30 نفر انتخاب شدن و من بیام اونجا صحبت کنم. برای همین یکم این کامنته مثلا عجیب بود، چون همین عجیب بود دیگه. اینجوری من مهشادینا رو نمیدونم میشناسین یا نه، توی اینستاگرام خودش اینفلوئنسر مهشاد گودرزی، با هم دیگه ازمیرم رفته بودیم، اومد دارم بیان دنبالم. فکر کنم میخوام بیم گالری گردی، نمیدونم کجا. من کوچولو خستمه، سرمم درد میکنه، قرام در اومد، شروع کردم گرگر. من برم چون اینا نزدیکم، برم فقط منو ببینن. تو هم فیلم بگیرم چون تو اثر هنری هستی. اثر هنری پیویو. شیر تازی و کلنگ سیمزی. اینستاتون چیه؟ من بلا یوتیوبرم، میتونید الان اینستاتون اینجا بگید فالو کنن. علی گنجی 110. اینم حالا هوای خیابون کریم خان. نمیدونم کیا اون ولاگ تو زمستون گرفته بودن و گرفته بودم و یادشونه، اومده بودیم با پریا رانشه. حالا لینکشو این بالا میذارم ببینین، خیلی باحال بود. آره مثلا میتونی این بالا لینک بذاری اون ولاگت که قبلا اومده بودی اینجا رو مثلا برم ببینم. بعد کتاب فروشی دی رفته بودیم. دومین گالری که اومدیم لاجورد. اینجا کارا همه با نخه، الان قرار بریم تو برن، خیلی شلوغه. دیزاین هستیم، بعد این گالری طبقه پایینش رو که کارهای چاپ و اینا رو انجام میدن باز کرده که بقیه ببینن تا رابطه مثلا هنر و صنعت رو نشون بدن و اینا. کلا گالری های این هفته خیلی مثلا مثل که برنامه داشتن. یکی از این دستگاه ها گفت یکی از جدیدترین دستگاه هاست. میگیرم بعدم خونه دیدم. بچه هیوارم کاش برای یوتیوب هیوارم کاش چیز میکردی. خودمون رو تشکیل میکنیم به این صورت. کار کیه؟ شی نیلو بود اسمه. نیلو داره روی ویدیوی من چیز میکنه، روایت میکنه، خودمون رو خوشگل میکنم. داریم میریم یه گالری. هیوارم چیز میکردی بچه؟ تک؟ آره دیگه هیوارو چرا لاجورد که مهمه. هیوا مهمه. حک کردم همینجوری. بسرم میذاشتی دیگه. میومدم میپرسه اینجا کجاست؟ کدن اینجاست.
ترافیک بودیم، بعد همجید داشتم آدم ها رو نگاه میکرم، حتی داشتم فهم میکرم مثلا یه ویدیوی بگیرم مثلا استایل آدم ها مثلا در دیزاین ویک تهرانشون بدم. من یه حسین رونقی رد شد قبل از خونی کرد فهمید. نه سنگینی نگاه میفهمم آدم وقتی اونجوری یکی بهش میفهمم. اشبا حسین رونقی وای از این خستگی ها چید دل آدم میمونه. اشبا بچه کجه این رو شیری خیابان های تهران چه میگذارد؟ به خدا قسم که مامانم اینو دعوام کردم اون روزی شبونه ساعت 6 رفتم موزیکو کم میکنی؟ برگشتم دعوا شده بود تو خونه، بعد موچینم و همه چی مو ازم گرفت. بچه کجای دهرانی؟ تو لحجه گرفت بچه کجا تهران هم بچه هم اینجا ببین مامانم اینا موچینم ازم گرفت. اینجا سفارت ایتالیا است. کلای خیابون نوفلوشاتو تو سفارت تو هم زیاده. باشه من نمیدونم کجا. اینجا وست پلتفرمه. خیلی شلوغه. اینجا دوباره صنایعه. اومدیم یه چیزی بگیریم فقط بریم. برگر تون ماهی چطوره؟ فوق‌العاده است. منم مرغ و پستو گرفتم. متوسطه. تو فقط آم. دیشب تصمیم گرفتم قطار بگیرم چون تا الان قطار رشت تهران رو سوار نشدم. اصلا تا الان قطار سوار نشدم و الان ساعت 7:50 دارم میرم سمت راهن. ساعت 8 بلیط قطار دارم. قطاری که من باهاش قرار برم انگار از مشهد داره میاد، مشهد رشته یعنی خطش. حالا تهران هم یه استاپ داره ما رو سوار میکنه که هنوز هم مشخص نشده با کجا برم. بچه ها زده تاخیر دارد. سلام پرواز نه من میگم خواستم بگم پروازمون تاخیر داشت، قطارمون تاخیر داشت، ولی خب خوشحالم که یکی از شما رو دیدم. پرنیان حداقل تنها نیستم، سه تا از شما رو هم اون بر دیدم. خیلی من برم سالن یک اول قطارم. Beside me, I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you, I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine, and you. I've got my head in the clouds. One, two, three. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. Doesn't
of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face. Oh, I don't need too much, just your simple love, and it's everything. Strolling hand in hand, exchanging letters when you're away. Don't need any effort when we are together. We always have fun throughout the day. رسیدم رش دیار خودم. بحبه خیلی خوشحالم برگشتم. یای اینجا هم ایستگاه راه آهن رشته. سلام. تا رسیدم رش چند تا از شما رو دیدم، خیلی خوشحالم. خیلی اتفاق بچه ها، من تا رسیدم اینجا دیگه دو سه تا از شما رو دیدم، خیلی باحال بود، خیلی حس جالب بود. الان اینجا چیزه ایستگاه راهنه، بعد اینجا رو داداش من ساخت. گفت تو ولاگت بگو. خب من دوستم اومد دنبالم، دارم میرم خونه. به آخر این سفر رسیدیم. بابا کمرم ببندم. هیچی دیگه، من ساری برم. مرسی که این ویدیو دیدین. اگه دوستش داشتین یه لایک بهش بدین. خیلی دوستتون دارم. ویدیو بعد میبینمتون.